رضا قرشی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه استکتون از نیوجرسی همراه ما هستن. آقای قرشی، همونطور که پیش بینی میشد ترامپ نماینده جمهوری خواهان شد. فکر میکنین که شانس برنده شدنش در مقابل بایدن، اگر بایدن تا انتخابات نماینده دموکرات باقی بمونه، چقدر هستش؟ مثلا خدمت شما و بینندگانتون، تردیدی نیست که این اتفاقات این یکی دو روز و قصد نافرجام برگزاری همایش و اینکه خب آقای ترامپ در استفاده از دوربین خیلی تبحر داره کمکش کرده، ولی اینکه این به این معنی است که انتخابات تموم شده، نه خانم. ما تا انتخابات 100 روز فاصله داریم تقریبا و خیلی اتفاقات در این 100 روز ممکنه بیفته و این جامعه هم جامعه است که حافظه جمعیش خیلی کوتاهه. شما الان از اکثر مردم بپرسین یک ماه پیش خبر مهم چی بود، یادشون نیست. در نتیجه 100 روز از حالا خبر مهم چی باشه واقعا قابل پیش بینی نیست. خیلی چیزا اتفاق میفته و در نتیجه معلوم نیست، قطعی نیست که کی برنده خواهد شد. هنوز خیلی زوده که همچین نتیجه گیری گرفته بشه. جناب قرشی، معاون معرفی شده ترامپ در مورد جمهوری اسلامی خواستار برخورد شدیدتر شده. فکر میکنین که انتخاب احتمالی ترامپ چقدر باعث تغییر سیاست‌های آمریکا مقابل جمهوری اسلامی بشه؟ نه خیلی خانم، ایشون گفتن و گفتن که باید ضربه محکم زد، ولی ایران یه نقطه نیست. به کجا میخوان ضربه محکم بزنن؟ به تهران، به اصفهان، به خلیج فارس؟ تازه این ضربه محکم زدن بازتاب داره. خب یه نتیجهش این خواهد بود که تنگه هرمز بسته بشه. تنگه هرمز بسته شدن به نفع هیچ کدوم نیست. از اون برم اگر امریکا بخواد نیرو بفرسته اونجا که در تنگه هرمز رو باز کنه یا با ایران درگیری نظامی پیدا کنه، برای این جماعت بیرودرواسی معتقدن که امریکایی ها خونشون از بقیه دنیا رنگین تره. اگر صدها ایرانی هم کشته بشه، یه نفر، یه سرباز امریکایی کشته بشه، اینا به هواداره خودشون باید جواب بدن که چرا اینجوری شد. اینه که شانس نیست. البته ایران هم از اون ور از خدا خواسته اینو بزرگ میکنه که مثل مشکل ما تحریم هست. تحریم ها مشکل بزرگی نیست خانم. مشکلات از فساد داخلی FATF، هزار و یک مشکل دیگه داریم. منتها خب این خوبه که بگیم تحریم‌ها گناه رو بندازیم گردن امریکا. نه خانم، تحریم‌ها اثر چندانی نداره. بله، سپاس فراوان از شما رضا قرشی، استاد اقتصاد سیاسی که از نیوجرسی همراه ما بود.